امشب روی صندلی پارازیتی هفته آقای رضا پهلوی نشسته، ایشون شاهزاده و پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی هستند. آقا ما با شما چی صدا کنیم؟ بالاخره ما نمیدونیم شما آقای پهلوی هستین، شما شاهزاده هستین، شاه هستین. شما خود اینجا برای اولین بار، یا شاید قبلا گفتی، من نمیدونم، به ملت و به ما بگین که ما باز شما رو چی صدا کنیم. من از اون تا آخر عمرم دیگه شما رو اون صدا خواهم کرد. اولا کامبیز جان خیلی ممنون که به برنامه دعوتم کردی و خیلی خوشحالم که میتونم با شنوندگان و بینندگانی که تو این برنامه داری این فرصت رو داشته باشم که صحبت بکنم. ببین عزیزم، من واقعا برای هیچ کسی تعیین تکلیف نمیکنم که چه جوری منو خطاب بکنم، برای اینکه من خودم رو رضا پهلوی معرفی میکنم، بنابراین اون در اختیار خود همیانم باقی میذارم که از دیدگاه خودش و به سلیقه خودش منو خطاب بکنه. من برای خودم تیتری خاصی قائل نیستم، من اسمم مشخصه. حالا شما میخواد بگی آقا، اونی که میخواد بگه ولیعت، اونی که میخواد بگه شاهزاده، اونی که در اختیار خودتونه. بنده هیچ توقعی شما شاهزاده یک گروه گیر میدم به ما، بگیم شاهزاده یک گروه گیر میدم به ما، خلاص هر چی اشخطه بگو چون بقیه اونم به تو نباز کار داشته باشی. تو بگو آقا اون بگو فلان. دعوا سر اینا نیست عزیزم، دعوا سر چیز دیگری باید باشه. دعوای ما باید سر این باشه که آقا جان، اگه من و شما اینجا این آزادی رو داشته باشیم، هر جور می‌خوایم با هم صحبت کنیم، همین آزادی رو تو تهران و شیراز و اصفهان خودمون داشته باشیم، نه فقط اینجا در فرنگ. شما به عنوان رضا شاه دوم در سال 1981 قسم خوردید، آیا بر اون قسمتون هستین هنوز؟ آره. من بفهمم که اون موقع جاستان چی بود. من یک انگیزه بیشتر نداشتم در اون زمان و اونم این بود، یادت باشه ما موقع 20 سالم بود، 50 سالم نبود مثل حالا، بالاخره 30 سال تجربه است و شرایط عینی مملکت. یه چیزی که تازه تبع انقلاب بود و همه این حرفا، پدرم تازه فوت شده بود، بالاخره به عنوان یک نهادی که یک پشتوانه تاریخی چند 3000 ساله داشته باشه، نیت من فقط این بود که مردم بگم که اگه شما به نهاد پشت کردین، این نهاد به شما پشت نکرده و هرگز پشت نخواهد کرد. در همون پیام گفتم اختیار تصاحب این میراث رو به عهده مردم ایران میسپارم. یعنی چی؟ یعنی از روز اول گفتم یک رفراندوم نهایتاً تعیین کننده شکل نهایی نظام خواهد بود. من آینده ایران رو به مفهوم یک آینده دموکراتیک جستجو میکنم. تجربه‌ای که همه ما داشتیم با یه حکومت مذهبی نشون داده که تحت این شرایط نه مردم به حقوقشون میرسن، نه حقوق بشر رعایت میشه، نه به آزادی میتونیم برسیم. و در واقع دارم میگم که آلترناتیو به این نظام مذهبی رو من یک نظام دموکراسی سکولار میبینم. سکولار به مفهوم جدایی کامل دین از حکومت به عنوان یکی از پیش شرط‌های دموکراسی، و اینکه نهایتاً شکلش فرای این محتوا به چه فرمی میتونه در بیاد، مدل‌هایی هستش در جهان که میبینیم، هم در مدل جمهوریش هم در مورد پادشاهیش. این با مردم ایرانه که تشخیص بدن که آیا واقعاً همچنان نهاد پادشاهی به عنوان یک مقام فرامسلکی، فراحزبی، بی‌طرف و غیر مسئول به مفهوم جنبه اداری و حکومتی همچنان میتونه عامل وحدت و کمک کننده به نهادینه کردن دموکراسی باشه، یا نه به اون شکل واقعا دیگه نیازی بهش نیست، میتونیم در قالب جمهوری هم بهش برسیم. پس اینکه شما شاه بشید، اون موقع تصمیم بگیرید که شما شاه بشید یا نشید زیاد برای شما مهم نیست. اصلا ببین، من قبل از هر چیزی قربت برم یه ایرانی هستم، منتها آزادی خواه هستم، وطن پرست هستم. خیلی قبل از اینکه اصلا اون سوگند رو یاد بکنم بهت بگم عزیزم، بنده در مقابل همین حکومت زمانی که دوره خلبانی دیده بودم داوطلب شدم، تلگرام زدم به رئیس ستاد ارتش نیروی هوایی ایران که آقا من حاضرم بیام زیر پرچم شما بر علیه صدام حسین و قوای متجاوزش بجنگم به عنوان یک خلبان. مسئله ایران برای من از هر چیزی بیشتر مهمه و آزادی همیهنانم، و اگر امروز برد مصرفی داشته باشم برای همیهنانم، یه تجربه ایست که در این سالها پیدا کردم و فکر میکنم که میتونم کمکی باشم به عنوان کسی که مقدار زیادی از زندگیش رو در این دنیا و در فضای آزاد زندگی کرده و درک کرده که چگونه میشه عملا این رو به وجود آورد. سعی بکنم این رو در قالب کشورم پیدا کنم و جستجو کنم، قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانی. و اگه یک روزی همیهنانم در فردای آزادی گفتن فلان کس یک نقشی میتونه برای ما ایفا بکنه، اون موقع تعیین کنم، ولی الان دغدغه من اون نیست. این پادشاهی پارلمانی که شما مد نظر دارید برای ایران و فکر میکنید برای آینده ایران بهتر از متصور هستید، چه تفاوتی میکنه با حکومت پدر شما؟ خب خیلی فرق داره، برای اینکه ببینید عملا اتفاقی که افتاد این بود که، و اونم فکر کنم به خاطر اینکه مسئله اصلی که پیش اومد دلسوزی بیش از حد پدرم بود برای اینکه کارا تو مملکت پیش بره و خیلی فراتر از محدودیت‌های قانونی عملاً تصمیم گیری و اجرایی رو به دست خودش گرفت، و این لطمه آور بود به حفظ
منزه بودن و بدون ایراد موندن حکومت. شما اگه فردا مخالف یکی از سیاست‌های دولت باشی، خب با رئیس دولت در میافتی. اگه قرار باشه سمبل مملکت وارد کار تصمیم گیری بشه و ایرادی داشته باشی، مجبور با خودش در میافتی. اولین شرط برای اینکه این مقام بتونه وظیفه خودشو ایجاد بکنه با بی‌طرفی کامل و وارد جدل‌های تصمیم گیری و دعوا سر قدرت نشه، اینه که خودش مبرا باشه از گونه مسئولیت. به همین دلیله که شما امروز در ژاپن یا در سوئد یا در نروژ یا در هلند یا در اسپانیا این مشکل رو ندارید. برای شخص پادشاه یا ملکه مهم نیست که کدوم حزب برنده میشه، نخست وزیرش سوسیالیست یا محافظه‌کار. بنابراین اگر قرار باشه به اون فرم برسیم، فقط در این فرم محتمل می‌بینم آینده رو، و به شرط اساسی که به هیچ عنوانی پادشاه اون مملکت یا ملکه اون مملکت حق دخالت قانونی در امور حکومتی نداشته باشه. اداره امور حکومتی به دست نخست وزیر هست، در فرم جمهوریش هم با رئیس جمهور. خب گیرم که بعضی جمهوری خواه نخست وزیر دارن، مثل فرض کنین هند و اسرائیل، ولی به هر حال مقصود من هستش که این بی‌طرفی یک عامل مثبتی میتونه باشه به شرطی که فراتر و ماورای مسلک ها اعصاب باشه. این نقشش که میبینم ما از تاثیرگذار باشه ده. ولی در فرم دیگرش غیر قابل تحمل و اولین کسی خواهم بود که در مقابل اون سلطنت مقابله بکنه. آقای پهلوی، پرسش های فراوانی در طول سالیان متمادی برای من و هم نسلای من وجود داشته. جمهوری اسلامی آنچه به باور مردم در تمام این سالیان رسونده اینه که پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد. دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟ بهترین راهی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوالتو بدم. کامبیز جان، من شماره وکیلم رو میتونم بهت بدم. 20 سال پیش من اینجا یک کیس دادگاهی داشتم با کسی که مسئول رسیدنگی به امور مالی من داشت. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه و اینا جزء اسنادی است که به قول معروف میتونه در دسترس عموم باشه. با کمال میل شما میتونید برید اونجا نگاه کنید، دقیقا جواب سوالت رو خواهی گرفت. نه آیه، اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سنده. یعنی چیزی که شما اینجا بگید و اینجا ضبط بشه و پخش بشه ثبت میشه، آرشیو میشه و به عنوان ما قبول میکنیم. اینا رو بیار دوباره تو برنامه. نه 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 نه، شما هر چی اینجا بگید ما به عنوان حقیقت قبول میکنیم. شما فقط بگید که چقدر. با وجود این من دوست دارم مستند صحبت بکنم. صحبت اینجاست بعد از 30 سال که جمهوری اسلامی این اتهام رو به خانواده من زده، آیا اومده به مردم گفته که در 3 کشور مختلف ما رو به دادگاه کشیده، در امریکا، در سوئیس، جمهوری اسلامی؟ بله البته چندین بار و هر بار خانواده مادر ما تبرئه شده، چون کوچکترین سند یا مدرکی برای پشتیبانی از ادعا و اتهامی که داشتن نداشتن. آقا اتهام زدن کار آسونیه و شما نیت پشت سر این اتهامو اول برین جستجو کنین. یعنی ترور شخصیتی یکی از این مسائل بود، چسبوندن این باش. بله شکی نیست. بنابراین ما می‌خوام ببینیم که چقدر بوده این ثروتی که از ایران اومده بیرون. آره میگم، شما اگه اون اسناد رو نگاه کنید دقیقاً خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدوداً چه مقدار پولی داشت. حالا می‌خوام اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. حدوداً 62 میلیون دلار. دلار. بله. خیلی ممنون. تشکر. بله ولی اسنادش هم هست. یعنی می‌خوام بگم اینو همینجوری نمیگم. برید نگاه کنید سنداش هستش، چقدر من از پدرم ارث بردم و آخر سر چقدر این وسط در اختیار من هست. زندگی منم میخوام پیشنهاد دیگر بدم. کامبیز جان دوربین تو وردار، بیا منزل من، خونه منو نگاه کن، ببین زندگی من چجوریه. بیا چش در حد همون ایرانی که جز با کم بیا به دوستامون نشون بده. چون تصوراتی که این رژیم تو کله مردم خواسته بکنه، آخه میگه شما قابل دسترس نیستید. نه خلاص عزیزم، ما 6 ماه زحمت کشیدیم شما رو بیاریم اینجا بشونیم. آقای پهلوی مشکل شما نبوده، مشکل مؤسسات بود. حالا وارد این بحث میشه. ولی میگه شما قابل دسترس نیستید. خیلی سخت. آره همچین چیزی نیست. اونایی که میخوان پیدا بکنن از زیر سنگ هم از داخل ایران منو پیدا میکنن. در صورتی که کسایی که تو این شهر همشهری من هستن اگه یعنی اعتقادی نداشته باشن اصلا دنبالش نمیان. این حرف درست نیست. اونا که میخوان پیدا بکنن میتونن بکنن. یه ماشینی جمهوری اسلامی جدیدن از توی فکر کنم کاخ سعدآباد در آوردن، از پشتش یه کیف در آوردن. چی بود تون کیفه؟ شما یادتون میاد داستانی که میگم آخه قربان این همه جا مثلا اگه راست بود آخه چرا تو ماشین اون تو صندوق شما یادتون نمیاد؟ مثلا گفتم شاید مال شما بوده. کیف مدرسه شما که نبود تو. نه صندوق داره چی؟ من یعنی من با رویس رویس مدرسه میرفتم. من نمیدونم اینجوری میگن. میگم با کالسکه میرفتین. با رویس رویس. میدونی چیه؟
برن از باغبونایی که تو کاخ نیاوران و سعدآباد کار میکنن و کسانی که الان اونجا در واقع خونه ها موزه شده از اونا بپرسن، چون خیلی هاشون یادشونه هنوز اون زمانو. میگم آقا جان اون موقع ولیعت چجوری میرفت مدرسه اونا؟ اولا من پیاده میرفتم موقع که نیاوران بودن، چون میرم مدرسه ما تو نیاوران رو همینانم هم رفتم دیدن یا نه. کاخ نیاوران اونجایی که بود اونجی هم به شمال شرقیش ساختمانی بود که اونجا به اصطلاح مدرسه ما بود. منم توی خونه بودم که از در نیاوران که میای تو یه خونه بود دست راست که من اون تو زندگی می‌کردم. خب از اونجا هم فاصله پیاده تا مدرسه 5 دقیقه بود. از سعدآباد هم با ماشین میومدیم، از خیابون به اصطلاح پهلوی میدیم پای میرسیم میدان تجریش رو از اونور میومدیم به سمت نیاوران که 4 کیلومتر اونورتر بود. زمستونا رو خب به قول معروف کوچ می‌کردیم از سعدآباد به نیاوران. بنا به سنت این برنامه ما 1 دقیقه وقت میدیم به همه مهمانامون که مستقیما با مخاطبان پارازیت صحبت بکنند، این شما و این هم مخاطبان پارازیت. مرسی کامبیز جان. خب همینان عزیز، اولا فرارسیدن عید نوروز رو میخواستم بهتون تبریک بگم که در آستانش هستیم و امیدوار هستم که این نوروزی که به عنوان یک روز جشن میگیریم مقدمه باشه برای که واقعا به یک روز نو برسیم در کشورمون و به یک آزادی راستینی که امروز برای رسیدن بهش خیلی از ماها، خیلی از شما دارین در تا پای جان براش تلاش میکنید. و آنچه که برای من مهمترین بخش این معادله است، دو باور کلیدی است که امیدوارم داشته باشید. یکی این که به این مسئله اعتقاد کامل داشته باشید که وقتی که ملتی اراده بکنه برای تعیین یک سرنوشت، هیچ قدرتی نیست که بتونه در مقابلش بیسته. و در آن واحد منتها اینو بگم، برای اینکه بیشترین تضمین و موفقیت برای چنان ملتی باشه، اهمیت یک همبستگی، اهمیت اتحاد نیز بسیار کلیدی است. با درک اینکه بین ما اختلاف نظر سلیقه زیاد هست و اشکالی هم نداره که این رو داشته باشیم، مهم این هستش که آیا یک توافق برای یک آینده مشترک میتونیم داشته باشیم یا نه، و در جستجوی اون آینده با هم تلاش بکنیم و مسائل ثانوی و فرض کنید ایدئولوژیک یا حزبی خودمون رو بذاریم کنار، با یه هدف ملی برخورد کنیم. آزادی ایران و آینده روشن در گروی این اتحاد و این باورمندی و این همبستگی است در این لحظه مبارزه. و نهایتاً این رو بگم، یک مرزبندی بیشتر نیست. آنهایی که همچنان در جستجوی حفظ و تداوم حیات نظام هستند و آنهایی که مثل من معتقد هستیم که یک آلترناتیو، یک نظام دموکراتیک سکولار تنها راه نجات کشورمون هست و برای اون آینده تلاش میکنن، من با آنهایی که بر این باور هستن هم سنگر، هم هدف و دست همکاریم رو با کمال میل میدم و برای این مبارزه میکنم که اون کس که مخالف عقیده من هست در آینده ایران حق اینو داشته باشه که در مقابل من بیسته و بر علیه من رأی بده، و همینطور من این حق رو داشته باشم و انتظار دارم که از این حق من هم اون دفاع